زاده هستم با زنگ سلامت 183 در خدمتتون، امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب در ابتدای این برنامه اول از همه میخوام به یه نکته به طور مختصر اشاره بکنم و اینم استفاده از این تلفن‌هایی که زندگی هممون به یک جوری به یک طریقی بهش وابسته است، ولی اینو میخواستم بگم که در طی یکی دو ماه اخیر بنده شاید 10-15 تا مریض داشتم، اومدن وقتی مورد ارزیابی قرار میدی و دلایل و شرایط ایجاد این بیماری های مچ دست و انگشتان رو پیدا میکنیم، متوجه میشی که استفاده از این تلفنه. مخصوصا عزیزانی که برای کارشون به جای کامپیوتر جدیدن بیشتر از تلفن استفاده میکنن، چون همیشه همه جا دم دسته و معمولا هم این تلفن های جدید یکم سنگین ترن متاسفانه وزنشون، و کسی که به این موضوعات اهمیتی نده متوجه نمیشه، ولی حتی اگه 200 گرم هم باشه برای یک روب در دستتون اینجوری نگه دارین، فشار وارده به اینجا زیاد میشه و از یک طرف هم با این انگشت‌های بزرگ معمولا تایپ میکنن و یا هر انگشتی فرق نمیکنه، در نهایت دچار آسیب دیگه این تاندون‌های انگشت شست میشه و مچ دست که میتونه آسیب‌های خیلی زیادی به وجود بیاره، علاوه بر آسیب‌هایی که میره برای آرنج و شونه و گردن و غیره به وجود میاره. به هر حال خیلی مواظب باشید، معمولا سعی کنید تلفنتون روی میز بذارید استفاده بکنید، و یا اگه روی میز شرایطش ندارین بذارین دو دستی بگیرید به جای یک دستی، خیلی وزن تلفن کمتر میشه و راحت تر میتونید با انگشتاتون تایپ کنید، و در صورت امکان هر چه کمتر از این تلفن ها استفاده بکنید و هر چه بیشتر هم ورزش بکنید. دو تا شنا برید، دو تا وزن بردارید مچتون رو حرکت بدین، دو تا کشش برای مچ دستتون انجام بدین که اون خستگی ناشی از استفاده مکرر از تلفن از دستتون بیرون بیاد. خب در این برنامه طبق قولی که از چند هفته پیش داده بودم به سوالات شما بینندگان میپردازم. تعداد سوالات خیلی زیاده، متاسفانه فرصت نمیکنم به همشون جواب بدم، ولی اونهایی که مهم باشن یا در این برنامه ها بهشون میپردازم و یا همون موقعی که سوال به دست بنده و همکارم میرسه جواب لازم را بهشون میدیم. امیدوارم که به سلامتیتون اهمیت بیشتری بدید و با ورزش و تمرین های خوب که همشون در کانال ما هستن برید پیدا بکنید و انجام بدین. یه سری از بینندگان مرتب وقتی جواب سوالشون رو میدیم برمیگردن میگن که ما تمرین ها رو پیدا نکردیم یا برنامه مربوطه رو پیدا نکردیم، که از یک طرف حق دارید چون تعداد برنامه ها زیاد شده، الان برنامه 183 رو خدمتتون هستم، ولی بنده هم فرصت نمی کنم برای تک تک شماها به طور جداگونه برنامه تمرینی بسازم و بفرستم. اگه مشکلی دارید بایستی اول از همه آگاهیتون رو در رابطه با اون مشکل بالا ببرید، اطلاعات عمومی و تخصصی در رابطه با اون بیماری پیدا بکنید که چجوری مدیریت بکنید، و برای این کارم میتونید به یوتیوب ما برید که اسم برنامه ها همه جا هست، یا تو تلگرام با مطالعه اسم برنامه متوجه میشید که این بیماری شماست و اون برنامه را ببینید. تمرین ها معمولا در خود اون برنامه هست و ده ها کلیپ و ویدیو تمرین هم در سایت تلگرام و مخصوصا یوتیوب ما قابل مشاهده است که میتونید استفاده بکنید. در اینجا میریم به سراغ سوالات شما عزیزان و اولین سوال رو من میخونم، دیگه اگه نرسیدیم به همشون جواب بدیم در برنامه های بعدی هم در خدمتتون هستم. آقای یا خانمی گفتن سلام آقای دکتر، درود به شما، من مرد 43 ساله هستم که 3 سال پیش حمله قلبی داشتم و فنر گذاشتم تو رگ قلبم و در حال حاضر از قرص استفاده میکنم. میخوام بدونم آیا میتوانم با کمک ورزش و شما دیگه دارو استفاده نکنم؟ ممنون میشم راهنمایی میکنید، من همیشه برنامه شما رو دنبال میکنم، ممنون از شما. خب دوست عزیز ممنون از سوالتون. اول از همه اینکه داروهای تجویز شده برای بیماری قلبی رو ما نمیتونیم خودسرانه قطع بکنیم. اگه بر فرض داروی برای کمر دردتون دارن اونو شما میتونین
در صورت نیاز استفاده بکنید یا کم بکنید یا یک کم زیاد بکنید که اونم درست نیست. همیشه سعی کنید دارو را طبق تجویز دکتر استفاده بکنید، ولی داروهای نورولوژی و قلبی را سعی کنید خودسرانه قطع نکنید، همون جوری که همکاران متخصص نوشتن اونها را تا جای امکان استفاده بکنید و در صورت نیاز و مشورت از خود همون دکتری که اون نسخه رو براتون تجویز کرده راهنمایی لازم رو بگیرید، چون میتونه عوارض جدی داشته باشه. ولی اینکه شما بتونید با ورزش جایگزین بکنید، بله، برای بیماری‌های قلبی بنده در 15 تا برنامه داشتم، از فشار خون و کلسترول و خود ناراحتی‌های قلبی، جراحی‌های قلبی، به این برنامه مراجعه بکنید. و بهترین کار هم برای بیماری‌های قلبی تمرینات هوازی هست که شما میتونید از یه پیاده روی 5 دقیقه‌ای شروع بکنید، بعد عرضم به حضورتون در هر روز یه چند دقیقه، 3-4 دقیقه حتی بهش اضافه بکنید، فشار به بدنتون نیارین. در طی یک مرحله چند هفته‌ای شما از 5 دقیقه پیاده روی میتونید به حدود 1 ساعت پیاده روی برسید. حتی در یه سری شرایطی میتونید این پیاده رویتون رو یکم سخت‌تر بکنید. با اون مثال، اگه دسترسی به تردمیل دارید، تردمیل رو یکم شیب بالا بذارید و تند راه برید. برای عزیزانی هم که نمیتونن بدون یا برای همین بیماران قلبی وقتی نمیتونید بدوید، پیاده روی تند و مخصوصا یکم هم سربالایی خیلی خیلی خوبه و اینو میتونید به صورت اینتروال انجام بدید. مثلا 2 دقیقه سربالایی برید، باز 1 دقیقه صاف، یا 2 دقیقه سربالایی برید همزمان دستاتون رو حرکت بدید به جلو عقب یا از بغل ببرید بالا، که به این نفع شما میتونید خیلی خیلی به بیماری‌های قلبی کمک بکنید. و شما دوست عزیزم توصیه میکنم در صورت دسترسی حتما پیش از همکاران فیزیوتراپیست و یا سایر رشته‌های تمام‌بخشی برید تا کمک‌های لازم و توصیه لازم رو بگیرید. و بله، شما میتونید با ورزش کم کم شروع بکنید و به طور مداوم اینو بیشتر بکنید تا سلامتی خودتون و قلبتون بهتر بشه. خب، بیننده دیگه‌ای سوالی فرستادن که یکم طولانیه. گفتم با عرض سلام و ادب خدمت شما عرض می کنم که 30 سالم هست و تقریبا حدود 8 سالی میشه که دیسک کمر دارم. حدود 7 سال پیش MRI انجام دادم و دکتر فرمودن که دیسک کمر دارم، موره‌های پایینی کمر 4 و 5. یکی از دکترها بهم توصیه کردن که عمل جراحی انجام بدم، اما به توصیه یکی دیگر از دکترها که فرمودن سعی کنم تا در توانم هست عمل جراحی نکنم و پرهیز کنم از عادات مضر برای کمردرد مثل بلند کردن وزن سنگین و غیره. خلاصه تمام این سوالا سعی کردم که این توصیه ها را انجام بدم و خب خیلی برام سخت بود، دردهای زیادی متحمل شدم و میشم و حتی گاهی وقتا مثل یک نوع اینو نمیتونم متوجه بشم که چیه، برای چند هفته درد خیلی زیاد میشد تا حدی که راه رفتن هم برام سخت میشد. خیلی سخته چون جوان هستم و بالاخره مجبور هستم که خیلی از کارهای روزانه رو انجام بدم در خانه و در جای دیگر. داروی هم استفاده زیاد نکردم، مجموعا تو این 8 سال شاید 4 یا 5 بار و هر دفعه دوره 2 یا 3 هفته‌ای که دردم خیلی شدید بود داروی استفاده کردن. هنوزم از این دردها زیاد رنج میبرم و زجر میکشم. حتی دردها بعد از هر نوبه بیشتر شده و کانال شما در یوتیوب دیدم اما ویدیو زیاده و نمیدارم کدومش رو نگاه کنم که دوایی برای دردم باشه. خواهش میکنم کمک کنید که از این درد خلاص بشم. برادرتون آقای محمد که فامیلشون هم نمیخونم. جناب محمد ممنون از سوالتون، نکات خیلی زیادی توش هست. اول از اینکه شما اشاره کردید همه کارا رو کردیم به جز یک دوره تمرین درمانی خوب. شما ببینید در کانال بنده اگه برید خیلی واضح تمرین های لو بک پین که در اون مرحله اولیه کمر درد میتونه استفاده بکنه و در رابطه بایومکانیک کمر و یه سری تمرین های دیگه هست مخصوص کور استابیلیتی. و همچنین وقتی که یه شخصی مثل شما 8 سال ناراحتی دیسک داشته و حالا جراحی کردین یا نکردین اونو بنده نمیتونم اینجا تشخیص بدم و توصیه بکنم، ولی در حال حاضر شما برین یک دوره 2 ماهه تمرین های کمردرد رو شروع بکنید انجام بدید و بعد 4 هفته یا 3 هفته شروع کنید تمرین های کور استابیلیتی یا ثبات کمر رو انجام بدید. این تمرین ها به هیچ وجه به دیسک شما آسیبی نمیرسونن که به جای خود، بلکه باعث تقویت سایر بافت های کمرتون و مخصوصا پاهاتون میشه و باعث میشن که شما کارهای روزانه تو انجام بدین و در این مرحله دیسک شما
اجازه ترمیم پیدا میکنه. در واقع وقتی که بافت ها و مخصوص مایچ ها و تاندون ها و لیگامنت ها خوب کار بکنن و اون ثبات کمر شما رو بالا ببرن، نتیجه اینه که فشار کمتری به دیسکتون وارد میشه، چون مایچه کارش خوب انجام میده و در نهایت دیسک شما اجازه ریکاوری داره. و معمولا هم دیسک کمر در طی یک مرحله یکی دو ساله ماکسیمم اکثرا خوب میشن. اینی که مال شما خوب نشده به نظر من یک جای کار میلنگیده و بهترین کارم اگه میخواین داشت انجام بدین اینه که پیش یک همکار فیزیوتراپیست برین، یه دو سه جلسه با تکنیک های دستی رو کمرتون کار کنه و یک سری تمرین های خاص مربوط به ضعف های بدن شما رو بهتون بده. بیننده دیگه گفتن سلام آقای دکتر عزیز و بزرگوار، تمام برنامه مفید و آموزنده تون رو میبینم، سلامت باشید، همیشه براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. بنده یه سری هم قبلا اشاره کردم پیام های تشکر و قدردانی رو معمولا نمیخونم، اکثر پیام هم اتفاقا در رابطه با تشکر و قدردانی شما عزیزان هستن که از لطف همتون ممنونم. و بیننده دیگه گفتن سلام، تمرین های ورزشی خیلی تاثیر خوبی داره، من آرتروز گردن و کمر و دیسک گردن و کمر دارم، با نرمش پیاده روی خیلی راحت راه میرم. پس ببینید اینم یه بیننده ای که تمرین ها رو انجام داده و خیلی راضی هست. به هر حال نکته ای که حائز اهمیت هست اینه که بینندگان، تمرین به هیچ وجه برای اکثر بیماری های شما نه تنها ضرر نداره، بلکه خیلی لازم و ضروری هم هست و نتایجشو خواهید دید. بیننده دیگه گفتن سلام، خسته نباشید آقای دکتر محمدزاده، از اینکه درمان رایگان را در اختیار مردم قرار میدهید نشانه انسان دوستی و کمال معرفت شماست. خانمی هستم 40 ساله، 5 سالی است که به خاطر شغل رانندگی که دارم و فرمان ماشین من هیدرولیک نیست، فشار زیادی به مورای گردن و مورای پایین کمرم آمده بود و طی عکس برداری در همان 5 سال گذشته عکس برداری از گردن داشتم که مورای 3 و 4 و 5 گردنم سایدگی زیاد داشت که طی یک دوره مصرف 3 ماهه کپسول های به نام رفلکس، اگه اشتباه نخونم نمیدونم درست نوشتم یا نه، من خودشم مطمئن نیست، و آتل گردن که دکتر مربوطه برام ویزیت کرده بود و استفاده کردم یه مدت خوب بودم، ولی الان یک سالی است که گردن و دست چپم مورهای پایین کمرم بیش از حد اذیت میکنند، به طوری که با حرکت گردن صدای ریزی از مورهای گردنم میشتم و موری که نزدیک به کتف چپم هست خیلی داغ میشه و دستم کاملا از کار میفته. متاسفانه دنبال درمان به خاطر مشکل اقتصادی نرفتم، از شما خواهش میکنم که بیماری من چقدر پیش رفته و درمان چیست، با تشکر. خانم محترم خیلی ممنون بابت سوال خوب شما. ببینید شما به خاطر کارتون که رانندگی هست اشاره کردین فشار بیش از حد به نایه گردن و کمرتون وارد شده و آسیب وارد شده به دیسک شما، و درسته اون گردن بند یا اون محافظ گردن خوبه در مواقعی که دیسک شدید زده باشه بیرون جلوی حرکت‌های ناگهانی رو میگیره، ولی در این حال به خاطر استفاده از اون گردن بند چون گردن رو خوب استفاده نمی کنیم و حرکت محدود میشه، باعث ضعیف شدن این بافت ها هم میشه. پس در این حالی که شما موقع انجام کارهای که فشار به گردنتون میاره بهتره از اون گردن بند استفاده بکنید، ولی روزی یکی دو سه دفعه اون رو در بیارید و به جاش تمرین ها و ورزش های گردن رو انجام بدید. همینجوری که در یک برنامه مخصوص راننده های عزیز هم داشتیم، وقتی که شما دستاتون در این حالت مرتب و از یک طرف نشستین و عدم حرکت کافی در بدنتون هست، با این فشارها رو هم جمع شده و در نهایت دچار آسیب میکنه بافت دست یا شونه یا گردن و یا کمر را، به همین لحاظ انجام یک سری تمرین های روزانه و به طور مداوم و اضافه کردن اینها در طی یک زمان دو سه هفته ای خیلی حائز اهمیت هست، و شما هم تمرین های گردن و شونه در کانال های مختلف ما هست انجام بدین، و اگه خوب نشد یا از همین الان هم پیش یک همکار فیزیوتراپیست برین با یه سری تکنیک های دستی ریلیز کنه اون درد و خشکی و تنشن در گردن و شونه شما رو، و امیدوار باشین چون دیسک هم خیلی میتونه به این درمان ها جواب بده و خوب بشه بدون هیچ مشکل دیگه ای. خب یه بیننده دیگه ای گفتن، یه بیننده دیگه ای از بنده سوال کرده بودن در رابطه با درد ساعدشون که یه سری تمرین براشون فرستادم و در جواب گفته بودن که من دیشب تمرین دست انجام دادم، از کانال نگاه کردم، ولی امروز دردش بیشتر شده، میدونی دستم و وقتی میخوام سیب زمینی یا پیاز پوست بکنم انگشتام به هم نمیرسه، زیاد درد میکنه، درد بیشتر میشه، آیا الان تمرینا رو انجام بدم
یا نه وقتی که دستم درد کرده. ببینید بینندگان، وقتی شما یه بافتی یا یک بیماری یا آسیبی در دستتون یا کمرتون یا زانوتون داشتین به خاطر اون شرایطی که پیش اومده و عدم حرکت و ناراحتی‌هایی که داشتین، اون دو سه دفعه اول چه فیزیوتراپی برین یه مقدار دردتون شاید زیاد بشه، یا تمرین‌ها رو وقتی انجام بشین طبیعیه که یه چند درصدی دردتون زیاد بشه در بعضی وقت، البته نه همیشه. به همین لحاظ شما نگران اون یه ذره درد ناشی از تمرین نباشید. در بدنهای سالم هم وقتی تمرین میکنی فرداش بدنت میگیره، درد داره، یکم خستگی داره، اینا طبیعیه، عکس العملهای طبیعی بافت هاست. نگران این تمرین نباشید. ولی اگه بعد دو سه جلسه همچنان درد اضافه شد، شما تمرین رو انجام ندین، بریم پیش دکتر. به هر حال بعضی مواقع تمرینات باعث اضافه شدن درد میشه، ولی نباید همیشگی باشه، یکی دو دفعه اول طبیعیه. یه بیننده دیگه گفتن آقای دکتر، بنده 15 سال پیش در یک تصادف استخوان رانم شکست، فیزیوتراپی نرفتم، الان پام خوش شده و خم نمیشه، آیا راهی هست خوب بشه؟ ببینید بینندگان، وقتی که بنده این همه توصیه میکنم، وقتی یک بیماری دارید همون اوایل حتما پیش یکی از همکاران فیزیوتراپیست برید. به خاطر همینه وقتی فیزیوتراپی رو انجام ندیم، چه بعد جراحی یا بدون جراحی، خیلی از مواقع درد ما یه مختصری میاد پایین ولی مشکل اصلی حل نشده. شما بیننده عزیزم تمرین ها رو انجام برید و حتما حتما پیش یک همکار، حالا یا ارتوپد یا فیزیوتراپیست برید، یک ارزیابی جدیدی از رانتون داشته باشه، اون موقع میشه توصیه کرد که آیا خوب میشه یا نه. ولی به هر صورت تمرین ها رو لازم دارید که انجام بدید. یک بیننده دیگه ای گفته سلام آقای دکتر، فرشته هستم، 14 ساله از ایران، استان کرمان. من شونم 3-4 سالی می شود که خرابه، کتف سمت راستم بالاست و شونه هایم نابرابره. برای شونم کلاس های متفاوتی مثل باشگاه غیره و شنا رفتم اما جوابی نگرفتم. امیدم به شماست، لطفا کمکم کنید. خب فرشته خانم عزیز، امیدوارم که هیچ وقت نگران نباشید و همیشه سالم و تندرست باشید. ببینید در خیلی از نوجوانان طبیعیه، یه سری به خاطر مشکلات ژنتیکی یک قسمت لگن میتونه بالا باشه که در نهایت میزنه شونه رو میزنه بالا، و یا در بعضی ها کمر و لگن صافه برابرن ولی یه قسمت از شونه میزنه بالا. شما بایستی پیش یک همکار فیزیوتراپیست برید، یه دو سه جلسه با تکنیک های دستی رو گردن و شونه شما کار کنه، یک سری تمرین های خاصی بده. در خیلی از مواقع به خاطر رشد زیاد در دوره نوجوانی و همچنین فشارهایی که در مدرسه به خاطر حمل کیف و اینا به شونه وارد میشه، باعث میشه شونه خودشو پایین بکشه یا یکی بالاتر بکشه به خاطر خشکی و سفتی بافتا و عضلات، خیلی وقتا میتونه پوش بیاد. و یا اگه ژنتیکی هم باشه، باز یک همکار فیزیوتراپیست میتونه توصیه لازم رو به شما بکنه. در هر صورت تمرینات خیلی زیادی هست که شما میتونید انجام بدین و بهترینش هم همون پکیج گردن و شونه هست که در کانال ما هست، اونو انجام بدین. ولی بعد دو سه هفته بایستی شما تمرین تخصصی انجام بدین که اونم متاسفانه بنده نمیدونم و نه عکسش رو دیدم. اگه دوست داشتین مدارک بیشتری بفرستین، بنده برای شما چون نوجوان هستین تمرینات رو میفرستم. ولی بهترین کار اینه که پیش یک همکار فیزیوتراپیست هم برید حتما. بیننده دیگه گفتن سلام، لطفا بفرمایید بستن گردنبند طبی اصولا درسته یا نه؟ من چند دقیقه بعد از اینکه سرم به سمت پایین جهت کاری قرار میگیره، دردی از گردنم تا کتف و بازوی چپ کشیده میشود، چه تمرینایی باید انجام دهم؟ این مشکل را 6 ساله که دارم. خب اینم مشابه بیننده قبلی بود که گفتن از گردنبند طبی سوال کردن که آیا درسته یا نه. همونجا اشاره کردم در بعضی مواقع وقتی حرکات گردن باعث ایجاد درد شدید بشه، ناشی از اینی که اون دیسک شما آسیب دیده و یا بافت‌های دیگه، به عنوان مثال وقتی که تو تصادف اتومبیل درگیر میشیم و یه ماشین از عقب میزنه به ماشین ما، گردن ما به سرعت جلو عقب میره که دیسک آسیب ندیده ولی بافت ها التهاب کردن و درد شدید دارن. در اون مواقع های اکوت و تازه، اون چند روز اول استفاده از گردن بند معمولا توصیه میشه. ولی همونجوری که اشاره کردم، بایستی بعد چند روز اولا سعی کنید کم کم کمتر استفاده بکنید و دوما تمرین ها را انجام بدین که اون بافت ها قوی بشه. ببینید بینندگان، شما هر وقت هر مشکلی دارید از اون دو سه روز اول شروع کنید،
کوچکترین تمرینی که میتونید انجام بدین، حتی اگه نمیتونید به عنوان مثال پاتون رو حرکت بدین، مایشه پاتون رو همونجوری که صاف است منقبض کنید، شل کنید، همین خودش تمرینه، به هر حال جلوگیری میکنه از وخیمتر شدن بیماریتون. دوست دیگه ای گفتن سلام، خسته نباشید دکتر محمدزاده، پسر 12 سالم نرمی استخون داره، روی پاش درد داره 3 ساله، مشکلش چیه؟ چه کار کنم خوب بشه؟ خب بیننده محترم، چون سوال شما به نرمی استخوان مربوط بود و در واقع یک هایپر موبیلیتی میگیم ما، هنوز سنش خیلی کمه، معمولا تا سن 14-15 سالگی و نوجوانی استخون بچه‌ها یکم نرمه، به عنوان مثال وقتی زانوشون رو خم میکنن بیش از حد میتونه به طرف عقب خم بشه یا انگشتای دستشون، زیاد نگران اینا نباشید. ولی اگه این موضوعات همراه با درد هستن که شما اشاره کردین درد هم داره، حتما باید پیش یک همکار فیزیوتراپیست یا یک ارتوپد ببرید که ببینید مشکل اصلی چیه. و در خیلی از این مواقع یه سری تمرینات خاص مثل پرش های مختلف و یا در بعضی مواقع تمرین های مقاومتی دیگه میتونه باعث بالا بردن مقاومت بافت ها و من جمله استخوان بشه. خود استخوان با تمرین و فشار قوی میشه و قدرتش میره بالا و امیدوارم که شما هم این تمرین های پا و زانو که در کانال هست برای پسرتون از کم شروع کنید و کم کم اضافه بکنید. خب یه بیننده دیگه گفتن سلام و تشکر فراوان به خاطر برنامه های پربارتون، سوالی داشتم. خانمی هستم 60 ساله 8 سال پیش به دلیل شکستگی قوزک داخل و خارج مچ پای چپم تحت عمل جراحی قرار گرفتم و هنوز پلاتینا از پام برداشته نشده، ولی مشکلی که در حال حاضر دارم این است که در حال نشسته روی کف پا، با عرض معذرت، مدل نشستن روی توالت ایرانی، پاشنه پای چپم روی زمین قرار نمیگیره. آیا ورزش و یا حرکتی وجود داره که من با انجام مستمر اونها به رفع این نقصیه کمکی کنم و یا هر دستوری که میفرمایید؟ با تشکر. خب خانم محترم، شما همونجوری که اشاره کردین، حالا یا به خاطر عدم داشتن فیزیوتراپی خوب بعد جراحی شما و یا به خاطر عدم شرایط خوب برای فیکس کردن اون استخون مچ پای شما و یا عدم موفقیت آمیز بودن جراحی، مچ پای شما حرکت کاملش رو نداره و در طی این سالها احتمالاً فشار از داخل مچتون جمع شده و باعث شده که حرکتش کم بشه. در کنار اینا تاندون پشت پاتون، همون آشیلیس تندون کوتاه شده حتماً و اینا همه با هم دیگه دست به دست هم میده که نمیذاره حرکت مچتون بیشتر بشه. تمرین های مچ پا که چند تا عکسم براتون میذارم در کانال هست، اینا رو حتما انجام بدین. اگه بعد 1-2 هفته یکم نرم شد و یکم تغییری پیدا کرد که ادامه بدین، اگه نه حتما پیش یک همکار فیزیوتراپیست برین که عکس ها و مدارکتون بررسی بکنه ببینه آیا این فیکسیشن و این جراحی اجازه حرکت بیشتر از اون رو به ساق پاتون میده یا نه. در کنار اون یه سری تمرین ها برای زانو و همچنین تمرین های کمر رو انجام بدین که چون اون مچ شما خوب کار نمیکنه، میتونه در دراز مدت آسیب هایی به کمر و زانوی شما وارد کنه. به هر حال امیدوارم که جواب سوال شما رو هم داده باشم. در اینجا داریم به پایان برنامه میرسیم، سوالات زیادی موند که فرصت نشد به اونا بپردازم. در هفته بعد در خدمتتون خواهم بود. بازم از شما بینندگان تشکر میکنن که با این برنامه در تماسین و اینقدر مورد علاقتون قرار گرفته و در نهایت از عزیزانی که در لندن و هومه هستن و دوست دارن در برنامه زنگ سلامت به عنوان بیمار شرکت بکنن و ارزیابی و معاینه انجام بدیم و یه 4 تا تمرین و تکنیک بهشون نشون بدیم که مستقیم از برنامه پخش بشه، از طریق مختلف با بنده در تماس باشید تا بینندگان بتونن استفاده بهتری از برنامه را ببرن. و تغییرات اساسی هم در فرم برنامه از هفته های آینده خواهیم داشت که امیدوارم مثل همیشه مورد استفادهتون قرار بگیره. خب در اینجا شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعد و هفته بعد. روز روزگار خوش، خدا نگهدار.